این برنامه میپردازیم به بررسی رویدادی ناگوار و خونین که جمعه اول اپریل در شهر مزار شریف افغانستان رخ داد و باعث شد تا بار دیگر بحث تعصبات دینی در میان رسانه‌های همگانی اوج گیرد. این ماجرا که کلید آن توسط یک کشیش آمریکایی به نام تری جونز و با آتش زدن قرآن کتاب مقدس مسلمانان زده شد، تا اینجای کار باعث شده که در تظاهراتی که توسط افغان‌ها و در اعتراض به این امر صورت گرفته ده‌ها تن کشته و زخمی شوند. اینکه چرا و چگونه یک کشیش مسیحی آمریکایی تصمیم به آتش زدن قرآن گرفته و اینکه چرا و چگونه افغان‌ها با تحریک یک روحانی مسلمان در واکنش به این امر دست به کشتار بیگناهان زده اند، نیاز به بررسی و تفسیر فراوان دارد. اما پیش از پرداختن به حواشی این ماجرا، ابتدا توجه شما را به اخبار مربوط به این ماجرا جلب می کنیم. در مطلبی تحت کشته شدن 8 کارمند خارجی سازمان ملل و 4 افغان در شمال افغانستان. در جریان حمله گروهی از تظاهر کنندگان علیه آتش زدن قرآن در آمریکا به دفتر سازمان ملل در مزار شریف در افغانستان، دست کم 8 کارمند خارجی این سازمان و 4 نفر دیگر کشته شدند. به گزارش بی بی سی، این تظاهرات به منظور اعتراض به آتش زدن قرآن توسط یک کشیش آمریکایی برگزار شده بود، اما مقام‌های محلی می‌گویند که گروهی فرصت طلب این تظاهرات را به خشونت کشیدند. بنابراین گزارش لال محمد احمدزی، سخنگوی پلیس منطقه شمال افغانستان، گفت در جمع تظاهر کنندگان تعدادی از اوبا داشتند که به دفتر یوناما هجوم بردند و 8 کارمند خارجی یوناما را کشتند. وی افزود این افراد 2 تن از این کارمندان را سر بریدند و 1 تن از آنها را نیز مجروح کردند و این در حالی است که یکی از کشته شدگان زن است. آقای احمدزی همچنین گفت افراد فرصت طلب بخشهایی از دفتر بوناما و چند ماشین مربوط به این دفتر را به آتش کشیدند. این مقام پلیس در این حال گفت که تظاهر کنندگان نیز تلفاتی داشتند که هنوز دقیقا معلوم نیست. او افزود پلیس 6 نفر را به اتهام دست داشتن در این حادثه بازداشت کرده و تحقیقات در این مورد آغاز شده است. در این میان یوناما با صدور اطلاعیه‌ای کشتار کارمندان خود را محکوم کرد و حمله به آنها را بهت‌آور خواند. به گفته این سازمان، کارمندان محلی دفتر یوناما روز جمعه تعطیل بودند و تنها کارمندان خارجی در دفتر حضور داشتند. گفلام سخی، کارگر، سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان، نیز گفت که 2 کشته و 12 مجروح به بیمارستانی در شهر مزار شریف منتقل شدند که این عده احتمالاً از تظاهر کنندگان بودند. همچنین در ارتباط با این ماجرا، آقای احمدزی، سخنگوی پلیس شمال افغانستان، در گفتگوی با بی بی سی گفته است که تظاهرات قرار بود به صورت مسالمت‌آمیز و در صحن روضه شریف برگزار شود، اما ناگهان تظاهر کنندگان به سوی دفتر یوناما هجوم بردند. این مقام امنیتی افغان همچنین گفت که تظاهر کنندگان ابتدا به گاردهای مسلح دفتر یوناما حمله کرده و سلاح آنها را گرفتند و پس از آن وارد دفتر شده و شروع تیراندازی کردند. در این میان و سوی دیگر خبرنگاران میگویند یک روحانی که قبل از آغاز تظاهرات سخنرانی میکرد، خطاب به معترضان خشمگین گفت که 100 جلد قرآن در آمریکا آتش کشیده شده است و این در حالی است که کشیش جنجال آفرین آمریکایی تنها 1 جلد قرآن را به آتش کشیده بود. یادآور میشود این کشیش چند ماه پیش نیز قصد این کار را داشت، اما با مخالفت افکار عمومی آمریکا و مقامات دولتی این کشور از جمله باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که موقتاً از تصمیم خود منصرف شده است. بینندگان عزیز، ماجرا اما به اینجا نیز ختم نشد و در روز شنبه 2 اپریل هم تظاهراتی در این زمینه انجام شد که بر اساس اخبار منتشره، تظاهرات خشونت‌آمیز در قندهار در افغانستان 10 کشته بر جای گذاشت.
بنابراین خبر، گزارش‌ها از شهر قندهار در جنوب افغانستان حاکی از کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن بیش از 70 نفر در جریان تظاهرات خونت‌آمیز علیه سوزاندن قرآن در آمریکا است. به گزارش رویترز، صدها نفر در اعتراض به سوزاندن نسخه‌ای از قرآن در حضور کشیش تری جونز در ایالت فلوریدای آمریکا روز شنبه 2 اپریل در شهر قندهار اقدام به تظاهرات کردند. بنابراین گزارش، این تظاهرات به خشونت گرایی و بر اثر درگیری میان تظاهر کنندگان و پلیس 10 نفر کشته و 73 نفر زخمی شدند. همچنین گفته شده که در اثر این خشونت‌ها شماری از ساختمان‌های دولتی و غیر دولتی در این شهر آسیب دیده. در این میان تصاویر پخش شده از این تظاهرات نشان می‌دهد تظاهرکنندگان در حال آتش زدن لاستیک خودروها در خیابان‌های شهر قندهار هستند. در این میان زلمی ایوبی سخنگوی والی قندهار گفته است راهپیمایی حق مردم است، اما شماری از راهپیمایان در تظاهرات امروز خود خودروهای مردم را آتش زدند و مغازه‌ها را سوزاندند. یادآور می‌شود گزارش‌های تازه نیز حاکی از آن است که اعتراض‌ها در افغانستان به اقدام کشیش تری جونز روز یکشنبه نیز برای سومین روز ادامه یافت و در جریان اعتراضات این روز نیز دست کم 1 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شد. بینندگان عزیز، گفتنی است انتشار این اخبار موجی از اعتراضات را در میان برخی از مقامات برانگیخت. بنابر این گزارشات، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل حمله مرگبار به دفتر این نهاد در مزار شریف افغانستان را بزدلانه خواندان را محکوم کرده است. بان کی‌مون که به کنیا سفر کرده گفته است این حمله وقیحانه و بزدلانه به کارمندان سازمان ملل متحد است که تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست. و این در حالی است که یک سوئدی، یک نروژی، یک شهروندی و 4 نگهبان نپالی دفتر نمایندگی سازمان ملل در این واقعه کشته شدند و نیز بخشی از ساختمان محل کار آنان به آتش کشیده شد. در این میان شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه در یک جلسه اضطراری حمله در مزار شریف را بررسی و سپس با صدور بیانیه‌ای به شدت آن را محکوم کرد و خواهان اجرای عدالت در حق عاملان این حمله شد. همچنین به سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه سوزاندن نسخه‌ای از قرآن در کلیسایی در فلوریدای آمریکا را عملی متعصبانه خواند و در این حال قطعهایی که در واکنش به این اقدام در افغانستان روی داده را شرم‌آور توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شد گفت که بی حرمتی به هر متن مقدس از جمله قرآن نشانه فقدان هر گونه تسامح و عملی متعصب است. وی همچنین افزود در این حال حمله و کشتن افراد بیگناه در پاسخ به این عمل نیز کاری شرم‌آور و مغایر با شرف و آبروی انسانی است. اوباما در این حال تصریح کرد هیچ دینی کشتار و سربریدن افراد بیگناه را بر نمی‌تابد و هیچ توجیهی برای چنین عمل زشت و اسفباری وجود ندارد. و اما در این قسمت می‌پردازیم به خبری درباره واکنش کشیش آمریکایی تری جونز که عمل سوزاندن قرآن در مقابل دوربین‌های تلویزیونی توسط وی باعث بروز چنین حوادث ناگواری شد. بنابراین گزارش، تری جونز کشیش کلیسای کوچکی در فلوریدا در مصاحبه تازه‌ای با خبرگزاری رویترز گفت که از عمل خود پشیمان نیست و خبر داد که قدرت رهبری یک راهپیمایی ضد اسلامی را در ماه جاری در مقابل بزرگترین مسجد ایالات متحده در دیربون میشیگان بر عهده بگیرد. وی همچنین در مصاحبه دیگری به خبرگزاری فرانسه گفت از شنیدن خبر کشته شدن کارکنان سازمان ملل بسیار متاثر است ولی خود را مسئول این رویداد نمی‌داند. وی افزود که عناصر تندوی مسلمان اقدام ما را بهانه کردند تا فعالیت‌های خشونت‌آمیز خود را گسترش دهند. بینندگان عزیز، ظاهراً این جناب کشیش آمریکایی که در حضور 30 تن قرآن را آتش زده
با آن روحانی مسلمان افغانی که هزاران نفر را به حمله به دفتر سازمان ملل تشویق کرده، تصور کردند که در روزگار فعلی که کشته شدن هزاران نفر در اثر زلزله ژاپن و یا قتل هزاران نفر دیگر در جنگ در لیبی، ناآرامی در یمن، سوریه، بحرین و این روزها در کشور آفریقای ساحل آج کافی نبوده و باید به دست با کفایت ایشان زمینه را برای کشتار هزاران نفر دیگر نیز آماده کرد. که البته باید در همینجا به این آقایان که لقب مصلح دین را بر دوش می‌کشند و ردای نجات بشریت را نیز بر تن دارند یادآوری کرد. این جهان به خودی خود مشکلات و مصیبت‌های فراوان دارد، بنابراین لطف کنند و اگر خیری به این مردم نمی‌رسانند، دامن شر خود را نیز از سر آنان کم کنند.